بر اساس داده‌های جدید منتشر شده توسط پلتفرم سنتیمنت، حجم تراکنش توکن‌های NFT در شبکه سولانا از اتریوم پیشی گرفته. این اختلاف حجم کوچک اما بسیار تعیین کننده است. نکته مهم دیگه‌ای که باید در نظر گرفت اینه که حجم نشون داده شده در نمودار این توییت نه بر اساس دلار آمریکا، بلکه بر اساس توکن اصلی بلاکچین محاسبه شده. به عبارت دیگه، با وجود اینکه اتریوم تنها 550 هزار تراکنش NFT داره، حجم اون از 550 میلیون دلار فراتر میره. اما 1.3 میلیون تراکنش سولانا فقط 43.3 میلیون دلار ارزش داره. میلیونر شویی های عزیز سلام، خوش اومدید به ویدیوی امروز. امروز میخواییم درباره سولانا که از اتریوم پیشی گرفته صحبت کنیم. خوشحال میشیم ویدیومون رو لایک و کانالمون رو با زدن دکمه زنگوله دنبال کنید تا ویدیوهای جدیدمون با شما به اشتراک گذاشته بشه. در دنیای بزرگ ارزهای دیجیتال، برخی از پروژه‌ها به پشتوانه استفاده از فناوری‌های نوین به دنبال حل مشکلات موجود هستند. در حال حاضر، بزرگترین ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین و اتریوم با مشکل مقیاس پذیری دست و پنجه نرم می‌کنند. از طرفی، سایر پروژه‌هایی که به دنبال بهبود مشکل اسکیلابیلیتی هستند، نمی‌تونن به طور همزمان تمرکز زدایی رو حفظ کنن. سولانا و رمزارز سول از اون دست شبکه‌هاییه که به واسطه ی تیم قدرتمند خود و ارائه راهکارهای جدید تونسته تا حد زیادی مشکل مقیاس پذیری رو حل کنه. سولانا به عنوان یه شبکه بلاکچین تک زنجیری و مبتنی بر اثبات سهام نمایندگی شده در اواخر سال 2017 توسط جمعی از مهندسین سابق کوالکام، اینتل و دراپ باکس راه اندازی شد. هدف کلی از ایجاد این شبکه تمرکز روی مسئله مقیاس پذیری بدون تمرکز گرایی و لطمه زدن به امنیت شبکه است. هسته اصلی راه حل مقیاس پذیری سولانا استفاده از یک ساعت زمانی غیر متمرکز به نام اثبات تاریخچه است. این فناوری به منظور حل مسئله زمان در شبکه‌های توزیع شده که در اون هیچ نهاد متمرکز و مورد اعتمادی وجود نداره ارائه شده. اثبات تاریخچه با استفاده از توابع تأخیر قابل تایید به هر گره در شبکه اجازه میده تا با استفاده از محاسبات هش SHA256 تایم استمپ های زمانی رو به صورت محلی تولید کنه. این کار منجر به حذف نیاز به پخش تایم استمپ ها در شبکه شده و در نتیجه کارایی کل شبکه رو بهبود میده. مأموریت سولانا و رمزارز سول پشتیبانی از برنامه‌های روبه رشد مبتنی بر بلاکچین و دموکراتیک کردن سیستم‌های مالی جهانه. در حقیقت حجم NFT سولانا از اتریوم تنها در تراکنش‌های انجام شده در طول هفته پیشی گرفته. میزان تراکنش هفتگی اتریوم 500 هزار و تراکنش‌های سولانا 630 هزار عدد بود. به این ترتیب فعالیت سولانا حدود 32% بیشتر از فعالیت اتریوم بوده. وقتی که به بازه زمانی بزرگتری نگاه می‌کنیم، بازار NFT سولانا از نظر حجم روزانه کاهش ثابتی رو تجربه کرده. طی 2 ماه گذشته بالاترین حجم ثبت شده در مجیو ادن حدود 380 هزار سول بوده. در همین مدت خرید روزانه NFT سولانا هم حدود 78% کاهش پیدا کرده. از طرف دیگه اتریوم هم به سرنوشت مشابهی دچار شده و از زمان اوج 476 میلیون دلاریش در ماه می، حجم روزانه تراکنش‌های NFT برای این شبکه به 15 میلیون دلار در تاریخ 3 جولای کاهش پیدا کرده. با توجه به محبوبیت زیاد سولانا در بین کاربران، بیشتر کیف پول‌های مشهور از این ارز دیجیتال پشتیبانی می‌کنند و از اونجا که ارزش بازار بالایی داره، کمتر صرافی رو پیدا می‌کنید که سولانا رو در فهرست ارزهاش نداشته باشه. پتانسیل‌های سولانا بسیار زیاده و در حال حاضر هم به عنوان یکی از رقبای اصلی اتریوم حرف‌های زیادی برای گفتن داره. مقبولیت و پذیرش بالا از یک سو و کاربردهای زیاد اکوسیستم سولانا از طرف دیگه
نوید روزهای روشن‌تر رو برای سولانا میدن. نظر شما در مورد سولانا چیه؟ به نظرتون میتونه به این روند ادامه بده و اتریوم رو برای همیشه شکست بده؟ لطفاً نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید. از اینکه تا انتهای ویدیو همراهمون بودین سپاسگزاریم. تا یه ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.